سلام همراهان و مشتاقان ایران زمین، کسانی که عشق ایران و عشق جغرافیای ایران در سطح و سر ایران، گوشه گوشه ایران توی دلشون گوغا میکنه و به دنبال اون هستن که سرزمینشون رو، ایران عزیز رو بشناسن، بتونن هر منطقه از چه ویژگی هایی برخورداره، در هر منطقه چه ابنیای تاریخی و باستانی هست، در هر منطقه مردم چی می پوشن، چی می خورن، در هر منطقه چه پوشش گیاهی هست. و ما همه این ابهامات و سوالها رو در پروژه خاک به شما پاسخ می دیم. در پروژه خاک هستیم و در استان کرمان. در بخش دیگر از این استان ما برخی از شگفتی های استان رو براتون گفتیم و در این استان باز هم از یک باستان شناس با کسی که خودشون در حفاری های مختلف در این استان شرکت داشتن، کسی که خودشون در ترمیم ابنیهای مختلف کهن شرکت دارن گفتگویی داریم، جناب نادر علیدادی سلیمانی. باز هم بر شما درود و باز هم خوش آمدید به برنامه ای که این برنامه برنامه خودتون هست و متعلق به سرزمین خودتون. من هم عرض سلام دارم سرکار خانم بنی هاشمی خدمت شما و دوستداران تاریخ و تمدن ایران زمین در هر کجای سرزمین که زندگی میکنند. خب ما در جلسه قبل در مورد شگفتی ها و ناهمواری هایی که در استان کرمان هست صحبت کردیم، درسته؟ بله. و وضعیت اشتغال رو در اونجا گفتیم، خانه های بومی اونجا رو تعریف کردیم و همینطور دام پروری و کشاورزی صحبتش به میان اومد و حالا میخواییم بریم سراغ باستانشناسی در اون قسمت و آنچه که اسیر خاک بیرون اومده و کشفیاتی که انجام شده. پس بریم به سراغ این کشفیات. بله، در خدمت شما. بله، ما به سراغ این کشفیات میریم تا ببینیم از زیر زمین برای ما این دوستان باستان شناسمون چه به روی زمین ارمغان آوردن. خب بفرما در مورد این. چشم، همونجور که سرکار خانم بنی هاشمی اشاره کردن، ما در نشست نخست دو تا هدف رو دنبال می‌کردم. یکی آشنایی شما عزیزان با جغرافیای استان کرمان و دیگر این که بنا داشتم با این تصاویر، با این اسلایدها در واقع این هدف رو دنبال می‌کردم که بگم جغرافیا در واقع این اقلیم، این مؤلفه ها میتونه محلی برای شکل‌گیری اجتماعات و گروه‌های انسانی باشه. خب من در اینجا بنا دارم یکی از کاوش‌هایی که خودم سرپرستی می‌کردم و خدمت شما عزیزان معرفی کنم و اون کاوش در تپه گاوکشی اسفندقه هست در غرب جیرفت، جایی که ما کهن‌ترین آثار حیات انسان را، آثار حیات در واقع استقرار ثابت انسان را پیدا کردیم در دوره نوسنگی. و این تصویر یک شمایی هست از، یعنی ساخته شده هست، به چه صورت؟ در مورد این تصویر قدری برامون توضیح بدید که این تصویر تخیل گرافیکی ساخته شده و یه شمایی هست از گذشته و تمدن گذشته. این تصویر سه‌بعدی هست که همکاران من تهیه کردن از بقایای معماری حاصل از کاوش ما، کاوش علمی باستانشناسی ما که حاصل شده و همونجور که ملاحظه می‌فرمایید در واقع تصویر سه‌بعدی این بقایای معماری است. بله.
در این تصویر من موقعیت استان کرمان و جایی که در واقع به کاوش پرداختم با رنگ قرمز مشخص کردم، برای اینکه شما عزیزان متوجه بشید که ما به کدام بخش از ایران و کدام نقطه از استان کرمان خواهیم پرداخت. که منطقه گاوکشی فرمودید هست؟ بله، تپه گاوکشی اسفندقه. خب بله، در این تصویر ماهواره‌ای باز شما در واقع موقعیت دشت اسفندقه را که با فلش قرمز رنگ مشخص شده ملاحظه می‌فرمایید. دشتی که همچون یک کاسه هست در 70 کیلومتری غرب شهر جیرفت و همونجور که باز هم ملاحظه می‌فرمایید یه سری ارتفاعات شمال جنوبی حد فاصل دشت جیرفت و دشت کوچک اسفندقه واقع شده. بله، اینجا سلسله جبال جبال بارز هست، بله، در شرقی ترین نقطه و در شمال شهر جیرفت و شمال شرق اسفندقه شما اشتکوه بحر آسمان را ملاحظه می‌فرمایید. و جیرفت که بین این کوهپایه ها قرار و کوه ها قرار گرفته. بله بله. در این تصویر شما چند قطعه ابزار سنگی ملاحظه می‌فرمایید دوستان که حاصل بررسی های باستانشناسی ماست، چرا که ما در واقع هیئت های باستانشناسی قبل از اون که به کاوش در یک منطقه بپردازن، قبل از اینکه کلنگی به زمین بزنن، لازم هست که منطقه را خوب بشناسن، تپه های باستانی، تمام آثار و شواهد باستانی و دنیای کهن را مورد شناسایی قرار بدن، روی نقشه بیارن، موقعیت اونها را ثبت و ضبط کنن و بعد از اون هست که تصمیم به کاوش در یک نقطه میگیرن. بنابراین طی یکی از این بررسی های میدانی که ما با پای پیاده تمامی این نقاط کوهستانی، دشت، دره‌ها و کناری رودها را مورد بررسی قرار دادیم، ما به نقطه یا نقاطی رسیدیم که قدیمترین شواهد حضور انسان را پیدا کردیم و همونجور که ملاحظه می‌فرمایید این شواهد شامل دستافزارهای سنگی است مربوط به دوره پایین سنگی میانی که در کنارهای غربی دشت جیرفت ما پیدا کردیم. این ابزارها قدیمترین شواهد حیات انسان در حداقل جنوب شرق ایران هست که مربوط به دوره پایین سنگی میانی و قدمتی حدود 40,000 سال میتونه داشته باشه. شما به عنوان یک باستانشناس چه چیزهایی، چه نشانه‌هایی رو باید در یک طبیعتی، در یک جغرافیایی ببینید که حس کنید باید اونجا کلنگ رو برای باستانشناسی بزنید؟ آیا هر نقطه‌ای میتونه این کلنگ رو زده بشه و کلنگ بخوره، یا اینکه یه ویژگی‌های خاصی داره و یه نشانه‌هایی که شما از روی اون نشانه‌ها پی می‌برید که اینجا باید یه منطقه‌ای باشه که اگر کاوش کنیم به تمدنی میرسیم؟ سرکار خانم بنی هاشمی، عرض کنم خدمت شما، اول که عرض کردم اون یک بررسی است که ما با یک بررسی در واقع آثار رو شناسایی میکنیم، کجاها چه آثاری داریم و مربوط به چه دوره هاییست. بعد از اون در واقع ما دنبال سوالات هستیم، سوالاتی که مطرح میشه، ما کدام دوره را میخواییم مورد مطالعه قرار بدیم؟ آیا دوره پایین سنگی که همین دوره ابزار هاست؟ آیا دوره بعد از اون دوره در واقع بعد از دوره پایین سنگی بعد از دوره مصر سنگ هست، یا مصر سنگ رو میخواییم مطالعه کنیم، یا عصر مفرق را، یا دوره های بعد از اون دوره تاریخی و یا اسلامی را؟ بنابراین میبینید که باستانشناس مثل سایر رشته ها در واقع گرایش هایی داره و باستانشناسان بنابه علاقهی که دارن به دوره مورد مطالعه خودشون میپردازن و لازم هست که هر دوره باستانشناس متخصص اون دوره به کاوش بپردازه. این تصویر هوایی دشت اسفندقه هست، همونجور که در تصویر ملاحظه میفرمایید یک دشت روسی هست که سفید رنگ دیده میشه در مرکز تصویر، یک کشیدگی شمال جنوبی داره و
روستاهایی که در کناره ها و یا بخش میانی این دشت شکل گرفته. بررسی های ما نشون میده که با تمامی مناطق کوهستانی، کناره های دشت، رودها، دامنه های کوهستان را که مورد مطالعه قرار دادیم، سه نقطه در واقع ما مورد شناسایی قرار دادیم که در کناره غربی دشت اسفندقه استقرار های دوره نوسنگی را داره، همون دوره‌ای که مورد نظر و مطالعه ما هست. بله. اینجا در تصویر سمت راست در واقع من موقعیت این تپه گاوکشی را در دشت اسفندقه مشخص کردم و در تصویر سمت چپ شما محدوده‌ای را ملاحظه می‌فرمایید که با خطچین سفید رنگ مشخص شده. یک تپه است اندکی بیش از یک هکتار بلندی، یک هکتار وسعت داره، حد اکثر 4 متر ارتفاع داره و در کناری یک رود فصلی واقع شده. این تپه همون تپه گاوکشی است که بعد از اون ما به کاوش پرداختیم. البته ابتدا عرض کردم ما مورد شناساییش قرار دادیم، یک بررسی سطحی، بعد از اون تصمیم گرفتیم که اینجا را به کاوش بپردازیم برای شناخت دوره نوسنگی جنوب شرق ایران و کرمان. شما به دوره نوسنگی اشاره کردید. دوره نوسنگی یعنی همون دوران 4 زمین شناسی. اگر که من اشتباه میکنم پس هم دوران نوسنگی و هم پاره سنگی و هم دوران دیگر خیلی مختصر یه توضیحی برای ما بدید. درست فرمودید. در واقع بعد از این دوران 4 هست که در واقع شروع دوره نوسنگی هست. قبل از اون همونجور که شما هم اشاره فرمودید دوره پایرنسنگی هست، از اسم اون پیداست، دوره‌ای که متکی بر ابزارهای سنگی هست. البته در کنار ابزارهای سنگی ما ابزارهای از جنس چوب یا دیگر مواد آلی مثل شاخ حیوانات یا پوست هم وجود داشته بدون شک، که البته برای ما باقی نمونده. بعد از آن دوره نوسنگی هست، یک دوره از حیات بشر و در واقع بر اساس نوع ابزارها هست که اسامی که این ادوار به خود گرفتن، نوسنگی، پارینسنگی، مسوسنگ. بعد از اون در واقع این مسوسنگ طبیعی است که نشون میده ورود تکنولوژی هست، یا بعد از اون عصر مفرغ. این تصویر در واقع یک نمایی از دشت اسفندقه را به نمایش میذاره در دامنه ارتفاعات با پوشش گیاهی فراوان و بله صداتون رو ما برای چند لحظه نداریم. 5x5 متر که ما تصمیم گرفتیم این نقطه رو برای کاوش در واقع بکاویم و مورد مطالعه قرار بدیم. متاسفانه اینترنت قطع شده بود، اما چند لحظه صدای شما رو نداشتیم. اگه دوباره راجع به این تصویر تکرار بفرمایید. عرض کردم تصویر گوشه بالا سمت چپ در واقع نمایی از دشت اسفندقه هست با پوشش گیاهی که ملاحظه می‌فرمایید، و در تصویر پایین ما شروع کاوش ما هست در یک فضای به ابعاد 5x5 متر مربع که ما تصمیم گرفتیم بلندترین نقطه این تپه گاوکشی را مورد کاوش قرار بدیم. بله. تصاویر بعدی ما نشون میده که ما در همون لایه‌های اولیه بعد از اینکه خاک سطحی اولیه را در واقع برچیدیم به آثار و شواهدی از حضور انسان دست پیدا کردیم. این حضور میتونه با در واقع خاک آتش خورده باشه که شما در دو تا تصویر بالا ملاحظه میفرمایید، خاکی که آتش خورده سیاه رنگ یا قرمز رنگ هست. و در ادامه کاوش ما که در لایه‌های پایین‌تر در واقع صورت گرفت، می‌بینید که بقایای معماری با اون خطوط راست گوشه به مرور در واقع داره آشکار میشه، و با کاوش در لایه‌های عمیق‌تر ما به بخش‌های قابل توجهی از بقایای معماری دست پیدا کردیم. بله، در این دو تصویر پایین دقیقاً راست گوشه‌ها بله پیداست که نشون میده که محل سکونت بوده. این تصویر، من این تصویری گذاشتم از بخشی از دیوار و در سمت راست هم ملاحظه میفرمایید این یک خشت هست، یک خشت ابتدایی اولیه و
میشه گفت قدیمترین خشت ها، قدیمترین خشت حداقل تا به امروز در جنوب شرق ایران و استان کرمان هست، خشتی که به واسطه این که در واقع یک طول زیاد داره و عرض کم، حتی در مواردی از اون به نام خشت های سیگاری یاد میشه، این خشت تا 50 سانتی متر طول داره، یعنی نیم متر، و فقط 12 سانتی متر عرض و یا ارتفاع داره. و در تصویر سمت چپ هم من دو تا فاز معماری رو مشخص کردم، سه تا فاز، فاز قدیمی تر ما که بر روی خاک بکش شکل گرفته با فاز یک مشخص شده، فاز دوی معماری رو ملاحظه می فرمایید، و در نهایت فاز سه معماری ما که بر روی لایه های قدیمی تر زیرین شکل گرفته. و عمدتاً این خشت ها از خاک رس ساخته شده هستن، ساخته شدن، یا اینکه مخلوطی از خاکی که در منطقه وجود داره؟ سوال خوبی که من فراموش کردم اشاره کنم، در واقع همون گل رس منطقه هست، بافت بسیار منسجمی داره، البته جالبه که مخلوطی از خرده های گیاهی مثل کاه داره برای مقاومت بیشتر، و خشتی که با دست فرم گرفته، گل اون ورز داده شده، با دست فرم گرفته و در نهایت در مقابل آفتاب خشک شده تا مورد استفاده قرار بگیره. کاری که کاه میکنه سبب چسبندگی بیشتر میشه. چه کاری کاه انجام میده؟ اما اتصال بافت خشته، در واقع هم شما فرمودید، بله، موجب میشه بافت بسیار منسجمتری برای خشت فراهم بشه. بله. تصویر ما، دو تا تصویر بالا، تصویر سمت چپ باز هم من سه فاز یک، دو و سه رو مشخص کردم. فاز قدیمی تر ما که با رنگ سفید، فاز یک ملاحظه می فرمایید، در گوشه شمال غربی کارگاه ما هست، این قدیم ترین فاز. بعد از اون فاز دوی معماری، در واقع از فاز یک معماری ما معماری نداریم، از فاز یک استقرار فقط توده های خاکستر هست، اطلاعات کمی داریم که لازم هست بیشتر کاوش بشه. عمده آثار ما مربوط به فاز دوی معماری هست، و همونجور که باز هم ملاحظه می‌فرمایید در غرب آثار مجموعه کارگاه ما فاز سه که مربوط به دوره‌های جدیدتر هست و بر روی فاز دو شکل گرفته. من همون بالا سمت راست یه تصویر گذاشتم از بافت، بخشی از بافت روستای امروزی گاوکشی که من میتونم بگم که شواهد بسیار زیاد داره با پیشینه خودش، با اون چی که حدود 8000 سال پیش در این محل اتفاق افتاده. و دو تصویر پایینی در واقع بخشی از بافت معماری تپه گاوکشی رو تشکیل میده، فضاهای کوچیک معماری که میتونم از اون به نام فضاهای مسکونی، کارگاهی و یا با کارکرد دیگه، کارکرد عمومیه که در آینده بهش خواهم پرداخت اشاره کنم. شما اگه سوالی دارین من در خدمت شما. ولی در تصویری که سفاز رو نشون میده، دو تا حفره در دو طرف و قسمت پایین من میبینم. این حفره ها به منظور دستیابی به لایه های زیرین کاوش شما هست. این حفره ها برای چه به وجود اومده؟ سوال خوبی سرکار خانم بنی هاشمی که در واقع مخاطبین ما متوجه بشن. میتونید کاوش باستانشناسی همزمان صورت میگه، لایه به لایه خاک، در واقع یک تپه باستانی، من مثالی که همیشه میزنم، لایه های باستانی مثل لایه های کیک میمونه که روی هم شکل گرفته، و لازم هست که این لایه ها با دقت، با ظرافت مورد مطالعه قرار بگیره، برچیده بشه برای دسترسی به لایه های زیرین. منتها اون دوتا چاله که شما اشاره فرمودید، متاسفانه این محل مورد کاوش حفاری های غیر مجاز در واقع شده بود و میشه گفت بخشی از آثار معماری ما رو از بین برده بودن، ولی با این وجود ما این نقطه رو انتخاب کردیم و خوشبختانه همونجور که ملاحظه میفرمایید نتایج بسیار ارزنده‌ای در بر داشت. و در بخشی میان انگار که یه بخشی هست که دست نخورده گذاشتید شما. این علت خاصی داره که دست نزدید؟
درست میفرمایید. من نمیدونم بعد تصویر بعدی اگه باشه، اگه نداشته باشم بعد برگردیم به همین همینجا با توضیحات. بله این توده سنگ هست. توده سنگی که ما تا انتها حفظ کردیم، در واقع در نهایت جمع کردیم، منتها چیزی که اهمیت داشت بخشی از در واقع ابزارهای سنگی این محوطه که در خود محل تولید شده بر اساس شواهد محکم باستان‌شناسی که ما داریم، سنگ مادر، در واقع منابع این سنگ لابلای همین توده سنگ وجود داشت. بنابراین این نظریه ما را قوت می‌بخشه که این محل هم مسکونی بوده، هم کارگاهی بوده و هم مرکز ساخت و تولید ابزار سنگی مورد نیاز این جامعه. و تصویر بعدی رو؟ بله، همون که شما اشاره فرمودید در تصویر پایین دیده میشه، توده سنگی هست، لابلای سنگ ها هست کردم که ما اون سنگ های سنگ مادر ابزارهای سنگی را دیدیم، سنگی که سنگ چخماق هست، سنگ نسبتا سختی که با دقت انتخاب کردن و از اون ابزارهای سنگی مورد نیازشون را تولید کردن. تصویر در همین تصویر شما موقعیت پیکرک هایی را که ما در تصویر بعد به دست اومده خواهید دید. در این تصویر ملاحظه می فهمید که در این نقاط اون پیکرک ها به دست اومده. چند تا در واقع مؤلفه اینجا هست، چند تا شواهد محکم هست که ما از این فضا به نام یک فضایی متفاوت یاد کنیم، یک فضایی که فضای مسکونی نمیتونه باشه، یک فضایی که کارکرد مذهبی و آیینی داره. این فضا همونجور که در اسلاید قبل ملاحظه فرمایید در بخش مرکزی این بافت معماری واقع شده و بزرگترین فضای موجود اون مجموعه هست. من از این فضا میتونم از این فضا میتونم به نام یک فضای آینی یا یک معبد یاد کنم. یکی از قدیمترین معابد میتونه باشه این فضا به واسطه آثاری که به دست اومده. در گوشه بالا سمت راست شما ملاحظه میفهمید یه سنگی هست که سطح اون در واقع در نتیجه ضربه هایی که خورده گود شده. احتمالاً بتونید شما هم ببینید سرکار خانم بنی‌هاشمی. این تصویر گوشه سمت راست بالا. یه سنگی هست که سطحش در واقع این یکی تصویر پایین هست، بالا آره بله. سطح سنگ رو ملاحظه می‌فرمایید ضربه خورده. این سنگ به نظر میسه که در این مکان در واقع تو همین فضا مراسم قربانی صورت می‌گرفته، چرا که ما استخوان‌های فراونی از حیواناتی را دیدیم که به نظر میسه در این فضا قربانی شدن. و همینطور در تصویر بالا در بخش میانی که ملاحظه می‌فرمایید ما شواهدی از یک سازه حرارتی داریم که باز هم میتونه یکی از اون شواهد محکم باشه برای یک معبد. و همینطور در تصویر پایین سکوهایی که حدود 30 سانتی متر ارتفاع داره با رنگ قرمز مشخص شده، بله سکوهای بخش میانی تصویر، در واقع سطح داخلی این فضایی که من از اون به نام معبد یاد کردم سراسر با گل رس قرمز رنگ یا گل اخرى تزئین شده. این فضا کاملا متفاوت با همه فضاهای مسکونی این مجموعه معماری. در واقع اینطور که شما می‌فرمایید یکی از اولین نیایشگاه‌های انسان اولیه هستش. درود بر شما آمینه. خواهش می‌کنم. و من اتفاقا می‌خواستم که این سوال رو بپرسم که از کجا می‌دونید که این نیایشگاه است که خودتون فرمودید که به دلیل استخوان‌هایی که در اونجا پیدا شده. و تصویر بعدی رو؟ آره همون تصاویر تریدی یا سبادی مجموعه هست سرکار خانم بنی هاشمی که ملاحظه می‌فرمایید، تصویر هوایی و دیگر تصویر و همینجور برشی که از در واقع مقطع این کارگاه ما تهیه شده، مقطع ارضی دیگه، درسته؟ بله بله. این تصویر من سه قطع سفال هم نشون دادم، باز هم میتونم بگم اونجا که عرض کردم اون قدیمترین خشت ها میتونه باشه، این هم در واقع قدیمترین سفال کرمان و جنوب شرق ایران تا به امروز هست، سفالی که از گاوکشی به دست اومده. میبینید سفال ابتدایی و اولیه هست. هنوز در واقع تولید کنندگان این سفال به در واقع
تولید دمای مناسب و مطلوب کوره نرسیدن، بنابراین میبینیم که مغز این سفال تیره رنگ هست و در واقع پخت یکسانی را نداره، ولی در حال این از قدیمترین سفال ها هست، در این حال بسیار زیبا. بله واقعا شگفت انگیزه، آدم فکر. بله شما هم سفال های ساده را ملاحظه میفرمایید که ما تصویر بالا گوشه سمت چپ سفال های ساده ما هست که ما از اون بنام سفال های آشپزخونه‌ای یاد میکنیم. به سه تا پیاله به دست اومده، پیاله های کوچیک، یک ظرفی در مرکز قرار داره که ببینید تزیینات هندسی قرمز رنگ داره و همینطور ما تصوری از قطع سفال های ما که در این فضاهای معماری به دست اومده و مربوط به فاز قدیم ما هست، فاز دو در واقع، و کاری که در باستانشناسی مرسوم هست، یعنی طراحی سفال در واقع به بیننده و بگیم که سفال ما چه نقشی داره و همجور ظرف ما چه فرمی داره. بله سفال فاز سه ما هست، فاز سه تپه گاوکشی، میبینید که به لحاظ نقش یا حتی فرم کاملا متفاوت هست. سفال های ما دو سه تا مشخصه داره، اون این که بخش بالایی ظرف بسیار پر نقش است، پر از نقش هست، دیگر این که نیمه پایینی ظرف ساده هست، رها شده یا با اخرای قرمز رنگ یا نخودی پوشیده شده، و در دیگر این که یکی از فرم های معمول دوره نوسنگی ما این زاویه شکست هست که در بدنی ظرف دیده میشه، و شما در طرح سفالی که ما تهیه کردیم و تصویر بالا گوشه سمت راست ملاحظه می‌فرمایید که ظرف یه زاویه شکست داره. نقش‌ها بسیار زیباست، قدیمترین نقش‌ها، نقش‌های ابتدایی و اولیه، و من همینجا سرکار خانم بنی هاشمی بد نیست اشاره کنم، در واقع باستانشناسان بر اساس نقش و فرمی که سفال یک منطقه داره میتونن پی به ارتباطات فرهنگی و بازرگانی یک منطقه با مناطق همجوار و یا دوردست ببرن. برای مثال در تصویر پایین یک قطع سفال شما ملاحظه میفرمایید که با خطوط منحنی سیاه رنگ موجی شکل در واقع تزیین شده. این سفال ما در گاوکشی اسفندقه جیروف به دست اومده، شما در سوریه هم در واقع همین نقش رو میبینید در همین دوره نوسنگی، واقعا موجب شگفتی است این ارتباطات دوردستی که فرهنگ های بشری با هم داشته. بله با وجود فاصله بسیار و عدم امکان مسافرت و رفت و آمد در اون زمان خیلی شگفت انگیزه. بله من تری از سفالان گذاشتم، یه مقایسه کردم سفالهای گافوشی، من عرض کردم یکی از کارهای معمول باستانشناسا هست که این سفال با این نقش و فرم با کجاها میتونه در ارتباط باشه، که نزدیکترین جایی که در واقع من سراغ دارم استان فارس را دوستان میشناسن، در همسایگی غربی ما، همسایگی غربی کرمان هست، و در واقع میبینیم که سفال ما با این نقش و فرم شباهت بسیار کامل نزدیکی داره با اون چیزی که در فارس در همین دوره نوسنگی به دست اومد. اونجا به ابزارهای سنگی اشاره کردم و اینا تیغه های سنگی است که شما ملاحظه میفرمایید تیغه ها، ریس تیغه ها که از جنس سنگ سخت، سنگ چخماق تولید شده، با کاربردهای مختلف در گوشه بالا سمت چپ شما در واقع مشته های سنگی را ملاحظه میفرمایید، ابزار کوبنده هست برای خرد کردن دانه های غلات، و یا تیغه هایی که برای برش یا جدا کردن گوشت یا هر چیزی دیگه بوده. همینطور من در بالا تصویری گذاشتم از نوعی سنگ به نام سنگ اوبسیدین، بله، و اون پایین سنگ مادر این هست، در واقع تیغه ها از این سنگ مادر بله جدا شده. جالبه بدونید که تا به امروز مرکز این سنگ، در واقع منابع این سنگی که مورد شناسایی قرار گرفته، حوزه دریاچه وان در ترکیه امروزی است. باز هم این از شگفتی های این ارتباطات هست و ما تعجبی نمی کنیم، در واقع یقین داریم ارتباطات بین فرهنگ ها از هزارهای بسیار دور وجود داشته. این نوعی سنگ آذرین هست یا نه؟ بله از گونه سنگ های دیگر گونه است. درست. بله
اون پیکرک هایی که عرض کردم در تصویری من موقعیتشون رو نشون داده بودم، در واقع پیکرک های گلی هست با همون گل رست با دست فرم داده شده، پیکرک هایی که بعضا تزئین داره با من فکر میکنم با همین ناخون در واقع خواسته تزئینات بدن یا لباس یک زن رو نشون بده، دامن یک زن رو نشون بده. پیکرک ها بسیار زیباست. بعضی از اینها عمدتا در واقع سر اینا زده شده جداست، یعنی سر نداره. بعضی ها ما تصاویر همجور که ملازم فرمایید سر پیکرک ها داریم، بعضی ها سر پیکرک زده شده. و من به نظر میرسه که در واقع یک مراسم بوده، یعنی یک آیینی در همون فضایی که از اون من به نام یک نیایشگاه یا یک معبد یاد کردم، میتونیم بگیم که یک مراسمی در واقع این قربانی صورت میگرفته و این قربانی کردن پیکرک های گلی سمبول در واقع یک آیین هست. نمیدونیم، شاید هم پیکرک های کوچیک رو مادری و پدری برای فرزندش به عنوان عروسک ساخته باشه. بله. مهره های را ملاحظه میفرمایید از جنس سنگ هست یا سفال یا صدف، و در تصاویر سمت چپ از بالا تا پایین شما آنچه که ملاحظه میفرمایید اصطلاحا باستانشناسان از آن به نام توکن یاد میکنن. آره، قدیم ترین گونه های شمارش هست در واقع. سرکار خانم بنی هاشمی، من میتونم بگم که این پدر چرتکه هست، پدر ماشین حساب هست، اینا قدیمترین گونه های ابزار شمارشی به شمار می آید. عجب. و اینجا برای من جالب هست که این وسیله‌ای که در اینجا دیده میشه در گوش این آقای سیاه‌پوست هم به عنوان نمیدونم زینت به کار رفته به چه صورت، ولی این در این بخش ایران و این در بخشی از آفریقا این تقارنش درست میفرمایید. اون تصویر مربوط به آفریقا است، یک شیوه تزئین هست یا شاید یک اعتقاد به هر شکل، ولی اون چیزی که ما داریم میخای کوچیک از جنس سنگ هست، نمیدونم، من نمیتونم بگم به طور قطع همینه، ولی شاید میتونه این باشه. ولی خیلی شباهت داره. من البته در آفریقا هنوز هم چنین چیزهایی رو دیدم بر گوش بعضی از قبیله های بومی آفریقا. در کاوش باستانشناسی میدونید یه باستانشناس باید حواسش به همه چی باشه، گونه های گیاهی، گونه های حیوانی، بقایای انسانی که انسان از خودش بر جای میذاره. و کاری که ما کردیم یک مطالعه همه جانبه بود در اینجا، چرا که خیلی اهمیت داره. یکی از قدیمترین مناطق استقرار دائم انسان بوده در دوره نوسنگی، بنابراین ما باید خیلی حواسمون جمع باشه، همه بقایا را مورد مطالعه قرار بدیم. یکی از کارهایی که کردیم در واقع با یک فلوتیشن یا شناورسازی، ما تمام خاک و یا خاکستر حاصل از کاوش اون کارگاه را که تو فضاهای معماری ملاحظه فرمودید ما علک کردیم. حاصل این علک در واقع مطالعه بقایای گیاهی بوده. اینجا همجور که شما ملاحظه می‌فرمایید ما بقایای پسته وحشی را به دست آوردیم که هنوز هم در مناطق کوهستانی همین تپه گاوکشی دیده میشه. گونه های متفاوتی از بقایای گیاهی، دانه های گیاهان، عمدتاً این پسته وحشی که به نظر میرسه درصد غالب دانه ها را به خودش اختصاص داده و مورد استفاده قرار گرفته. و جالبه بدونید که ما اینجا در کنار گونه های وحشی، علاوه پسته وحشی، یک دانه فقط دانه کنجد هم پیدا کردیم، یعنی میشه گفت سابقه این کنجد حداقل به دوره نوسنگی میرسه. عجب، چقدر شگفت انگیز این تاریخ، این تمدن، این کاوش هایی که انجام میشه واقعا آدمی رو به تعجب وامی داره. من بد نیست اضافه کنم سرکار خانم بنی هاشمی، اون این که خوشبختانه شانسی که ما آوردیم، میدونید این بقایا در صورتی باقی میمونه که به صورت اتفاقی حالا یا نیم سوخته باقی مونده، درون خاکستر هست، و ما این شانس آوردیم که بقایای گیاهی را همه درون خاکستر پیدا کردیم و همین باعث شد از اونجا که یک حرارتی رو دیده بود نه به طور کامل سوخته و از بین رفته و
در واقع به نحوی حرارت داده بود که خوشبختانه برای ما حفظ شده تا به امروز. بله. و از کردم در کنار اون مطالعه بقایای گیاهی ما بقایای حیوانی را مطالعه کردیم. این قطعات استخوانی که ما پیدا کردیم، استخوانشناس گروه در واقع میگه که مربوط به چه حیوانی است. حیواناتی است که حالا عمدتاً گوشت اونها مورد استفاده قرار گرفته و یا شاید ابتدای استفاده از حیوانات برای امر کشاورزی. ولی شواهد نشون میده که بیشتر حیواناتی هست که برای مصرف گوشت اونها یا بعضاً پوست اونها مورد استفاده در این جامعه قرار گرفته. همه حیوانات اینجا آشناس غیر از این که شبیه اسب آبی یا کرگدن ایناست، این حیوان هم جزو حیواناتی هستش که بومی خوک وحشی هست. خوک وحشی که امروز هم هنوز در منطقه دیده میشه، هم در مناطق گرمسیر هم سرسیر جیرفت و مناطق شهرستان‌های جنوبی هنوز این گونه های فراوان این خوک وحشی هست. و این گیاهخواره؟ بله گیاهخواره. عجب. یک نموداری رو شما ملاحظه می‌فرمایید از حیواناتی که در واقع مورد استفاده قرار گرفتن. همونجور که ملاحظه می‌فرمایید بیشترین رقم مربوط به در واقع بز هست، حالا هم اهلی هم وحشی. بعد از اون گاو هست که مورد استفاده قرار گرفته و دیگر گونه های حیوانی که شما در تصویر ملاحظه می‌فرمایید، حتی لاک پشت که گوشت اون مورد استفاده قرار گرفت. در واقع سالیابی اون گونه های زغال که ما از تپه استخراج کرده بودیم مورد استخراج قرار گرفته و تاریخ دقیقی که از استقرار ما میده 6900 تا 6650 طول دوره قدیمترین استقرار ما، یعنی فاز دوی تپه گاوکشی هست. البته ما تاریخ های داریم از قدیمتری اون به 7100 پیش از میلاد میرسه. این در واقع دوره استقرار گاوکشی هست که میتونم بگم هزاره هفتم تا اواخر هزاره هشتم پیش از میلاد. و با این اسلاید من خواستم بگم همونجور که اشاره کردم این سفال ما، این آثار ما با این فرم ها یک شواهدی داره، یک شواهد بسیار نزدیکی، شواهد بسیار نزدیکی داره با اون چی که در سایر مناطق ایران تیه کاوش های باستان شناسی میشه گفت 150 سال اخیر به دست اومده. اون گونه های میخی شکل سفالین که عرض کردم به عنوان ابزار شمارشی به دست اومده در تپه گاوکشی، در جیرفت، در جنوب کرمان و جنوب ایران به دست اومده، شما در شمال سوریه هم میبینید سفال، یا در بین النهرین در عراق هم میبینید. بنابراین اینا ساده ترین شکل در واقع درک ارتباطات فرهنگی و تجاری است بین تمدن‌ها، بین استقرارهای اولیه بشر بر این کره خاکی. ما تصویر آخر ماست و من این کاوش را به همراهی همکارانی انجام دادم که بسیار سپاسگزارم ازشون که ما را در این کاوش همراهی کردن. همینطور از شما سپاسگزارم که این فرصت را فراهم آوردید تا ما به معرفی این بخش از ایران عزیز بپردازیم. اگه سوالی بود سرکار خانم بنی هاشمی، من در خدمت شما هستم. خیلی ممنونم، شما اینقدر اطلاعات کامل و جامعی دادید که سوالی رو برای من باقی نگذاشت. فقط این سوال پیش آمد که این که شناخته بشه و تشخیص داده بشه آنچه که کشف میشه مربوط به چه دورانی هست، این نشانه های خاصی داره که این تشخیص داده میشه، یا اینکه نمیدونم، به هر حال در این مورد خواستم یه اطلاعات کوچکی حتی کوتاه و مختصر و مفید به ما بدید. چشم، من این توضیح خواهم داد. اون که عرض کردم اونجا که ملاحظه فرمایید، من عرض کردم که سفال ها بر اساس نقش و یا فرمی که دارن، بله، اون در واقع اطلاعات برداشت اولیه یک باستانشناس هست از این ارتباطات یا ادوار به کدوم دوره تعلق داره. ولی چیزی که در کنار هست امروز خوشبختانه به باستانشناس کمک میکنه
این دیتینگ ها هست یا آزمایش کربن 14 هست که شما، من اسلاید گذاشتم اونجا، دو تا آزمایش کربن 14 دارم که در کشور آلمان صورت گرفته و خوشبختانه تاریخ دقیقی به من میده از دوری استقرار در تپه گاوکوشی. بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم در کنار درک باستانشناس، امروز آزمایشگاه ها به کمک باستانشناس ها میمده. بسیار عالی بود، ممنونم ازتون. پس ما جیرفت رو، خلیل رود رو، اسفندقه رو و منطقه گاوکشی رو بررسی کردید شما و این منطقه رو از نظر باستانشناسی و از نظر جغرافیایی مورد بررسی قرار دادید و برای دوستان و همراهان این برنامه و علاقمندان گفتید. امیدوارم که ما رو به جاهای دیگه ببرید، در بخش‌های دیگر کرمان ما رو همسفر بشید و دست ما رو بگیرید و به بخش‌های دیگه ببرید و از اون بخش‌ها، از اون قسمت‌های استان کرمان هم برای ما اون کاوش‌هاتون رو با ما در میون بذارید. یاری خدا، امیدوارم این اتفاق بیفته و من این شایستگی رو داشته باشم که بتونم به بهترین نحو کرمان را معرفی کنم. حتما، مطمئن هستم. و اگه از اینجا پیام خاصی برای این منطقه یا برای دوستانی که در این منطقه زندگی می کنن یا برای افرادی که کمک کردن تا شما این کاوش ها رو انجام بدید یا برای افراد دیگری که احیانا دستی قبل از شما بر این مناطق برده بودن، اگه پیامی دارید بفرمایید. عرض کردم یک آرزو میکنم همیشه در صحبت ها، اون که حفاری های غیر مجاز در هیچ کجا اتفاق نیفته. ما خاطرات در واقع بسیار ناخوشایندی داریم، حوادث بسیار ناخوشایندی اتفاق افتاده. امیدوارم که در واقع همه بقایای همه شواهد تمدنی فرهنگی بشر به بهترین نحو حفظ بشه، به دست اهلش سپرده بشه، به دست باستانشناسان تا به بهترین نحو مطالعه بشه. و میتونم بگم که همونجور که شما هم میدونید، همه عزیزان میدونن، ایران سرزمین بسیار کهنی است، بسیار غنی. امیدوارم ما و همه عزیزان توفیق داشته باشیم. قبل از ما کارهای بسیار زیادی صورت گرفته برای شناخت فرهنگ ها و تمدن های ایران و ما این توفیق داشته باشیم که بتونیم هرچی بیشتر حتی زمینه فراهم بشه برای معرفی ایران عزیز در دنیا. امیدوارم به آرزوی خودتون برسید و همه ما میدونیم که کاوش ها و به اصطلاح عملیات و حفاری های غیر مجاز و غیر قانونی و درسته که ممکنه اندکی سوداوری برای اون فرد داشته باشه، ولی اون فرد نمیدونه که چقدر آنچه که به دست آورده برای یه مملکت، برای یک تاریخ ارزشمنده و برای یک تمدن، و با این کارش تمدنی رو داره از بین میبره. به این جهت کاش اگر که یافته ای داشتیم اون رو به گوش باستانشناسان برسونیم تا به صورت حرفه‌ای و کارشناسانه مورد بررسی قرار بگیریم. بسیار عالی، ممنونم جناب علیدادی سلیمانی بسیار گرامی و باز هم سپاسمند شما هستم که در بخشی دیگر از کاوشاتون و اطلاعاتتون ما رو هم شریک کردید. منم از شما سپاسگزارم. شاد باشید و شادکام. ممنونم و شاد و اهورایی باشید و زندگی همین شما به شادی بگذارید.